نمیدونم ویدیوی دیروز رو دیدید یا نه یه ویدیوی بسیار مهم بود در مورد جنگ احتمالی آمریکا با جمهوری اسلامی نه جنگ ابتدایی بلکه به حال در حین درگیری با اسرائیل و حماس احتمال زیاد داره که آمریکا با جمهوری اسلامی درگیر بشه طبق صحبت که حالا جنرال مگرگور تو ویدیو داشت میگفت بحث های موشکی و پهپادی از چند ناحیه میتونه نیروهای آمریکا اینجا به خطر بندازه چون هم از سمت یمن میتونن بفرستن هم از سمت عراق میتونن بفرستن هم از سمت سوریه میتونن بفرستن یه اتفاق بسیار بسیار مهم افتاده اونم اینه که اول فلفورک اف 16 رو فرستن به منطقه که اگر جایی حالا لازم بود برن لانچرا رو بزنن یا پایگاه ها رو بزنن وقتی که شروع شد درگیریشون مطلب بعد اینه که آمریکا از اسرائیل خواسته گفته آقا یه بازه زمانی به ما بدید یه فاصله این وسط رو بدید نه آتش بست ولی یه وقفه بشر دوستانه بدید که هم یه مدار کمک هاینه بسه غذا ارسال بشه هم, هم اینکه که ما بتونیم سامانه های ضد هوایی و ضد موشکی و غیره رو ببریم اونجا تو جایی که پایگاه همونه نصب بکنیم که این اتفاق که الان تو این چند روزه واسه پایگاه آمریکایی افتاده و یه کشتم امروز داده ما هم بررسی اتفاق جلوش گرفته بشه میگن بیشتر از یک هفته نمیتونه باشه بازهه باید ببینیم که الان بعدش بلافاصله شروع میشه یا نه چیزی که اون جاسوس اسرائیلی گفتش تو برنامه که آوردم کسی که پدر چوز فهمونده حماس بوده گفت اسرائیل قاعدتا الان داره سعی میکنه از مخبرای خودش در غزه اطلاعات بگیره که بتونن شناسایی کنن که از کجا باید برن دهانه تونل کجاست چجوری میتونن تونل ها رو تخلیه کنن و غیره انتقاد تند اسرائیل از آنتونیو گوترش به خاطر حرفایی که آنتونیو گوترش در مورد اسرائیل گفته بود اونم داره تناشش به حدی بالا میگیره که اسرائیل گفته اصلا به سازمان ملل به هیچ کدوم از اعضاش ویزا نمیدم اسرائیل موازی هم در سوریه زده ناکتان کرده بدیهیه با توجه به اینکه جمهوری اسلامی داره سعی میکنه خیلی از اتفاقات اونجا هدایت بکنه موازی جمهوری اسلامی در سوریه مرتب مثل کیسه بوکس داره ضربه میخوره اسرائیل یه برنامه ریزی کرده برای حذف فیزیکی سران حماس در چه در داخل چه در خارج از کشور تقابل مسکو واشنگتن هم بسیار بسیار داره به جای حساسی میرسه هر کدوم داره سعی میکنه رو دست اون یکی رو بیستش 21 بیست یک بیاره مضاد فر که بیشتر نگرانی ها از این جنگ احتمالی اینه که روسیه هم بخواد به حمایت از حالا نه به حمایت از فلسطین ولی به خاطر اینکه اگر نیروهای برابر آمریکا نیروهای قابل توجهی باشن بدهیه که روسیه هم ترجیح به اونها ملحق بشه تا بتونه یه بار برای همیشه آمریکا رو شکست بده همین اتفاق در مورد چین هم هست یعنی چین الان دو تا ناو بزرگ جنگی فرستاده به منطقه که همزمان که اونور داره کشتی فیلیپینی رو سعی میکنه مزاحمت ایجاد کنه و توقیف کنه از این طرف هم دو تا ناو بزرگ فرستاده به منطقه چند وقت پیش هم که یه از کشتی های ناوای چینی زده لوله انتقال گاز به نروژ رو داغون کرده اول گردن نمی گرفتن ولی الان طبق عکسی که رسانه منتشر کردن که از ناوا لنگر نداره معلومه لنگرش کشیده شده به که از این لوله ها و لوله گازی که الان داریم نزدیک به زمستون هم میشیم حالا هر چقدر میخواد تئوری توته نچینیم چرا نزدیک زمستون شده بعد لوله گاز نروژ اه... که از کف اقیانوس رفته بعد اینجوری داغون بشه میگن تعمیرش هم 6 ماه طول میکشه خبر خیلی زیاد همجوری میخوام تیترا رو بگم فکر کنم اندازه اخبار میشه بریم اخبار رو هم دیگه بگیریم ببینیم اتفاقات خیلی مهمی در دنیا تو 24 ساعت گذشته افتاده که فکر کنم لازم شما هم عرض درود ادب دارم فراد متقیم، اینجا اخبار خاموشه در این کانال سعی میکنم کنم جدیدی براتون بیارم یا خبرهایی بیارم که بعضا ممکنه در جای دیگه نشنوید یا وقتی میشنوی تحلیل غلطی ازش به شما ارائه بدن اگر که نظرتون و نظر من اوکی بود و همسو بود و ممنون میشم اگر سابسکرایب کنید و لطف میکنید اگر لایک بزنید در هر زمانی که ویدیو رو میبینید تا کمک کنید ویدیو به عزیزان علاقمند بیشتری پیشنهاد داده بشه اما بریم سراغ اولین خبر و از کجا شروع کنیم همزمان با تشدید حملات گروه های نیابتی جنگنده های F16 آمریکایی در خاورمیانه بالاخره مستقر شدند نیروی هوایی ایالات متحده اعلام کرد که یک اسکادران از جنگنده های F16 شاهین را در بحبوحه تشدید تنش و در خاورمیانه به این منطقه اعزام کرده نیروی هوایی مرکزی در بیانیه گفت اسکادران جنگنده اعزامی 119 گارد ملی نیوجرسی گزینه‌های انعطاف‌پذیری رو برای رهبران اعتلاف که عملات هوایی در سراسر خاورمیانه را هدایت می‌کنند از جمله قابلیت‌های واکنش اضطراری و مأموریت‌های بازدارنده اداره، ارائه میده. نیروی هوایی ایالات متحده اعلام نکرد که چه تعداد جنگنده‌های f 16 رو در قالب این اسکادران به خاورمیانه اعزام کرده اما هر اسکادران یا گردان تا 24 جنگنده رو شامل میشه. همچنین جنرال الکسوس جی گرینویچ فرمانده نیرو هوایی منطقه ای آمریکا در جنوب غربی آسیای آفسنت در بیانیه گفت ورود این هوانوردان توانایی ما برای حمایت از متحدان اطلاف و شرکای منطقه خود را در حالی که با هم برای تقویت ثبات و امنیت منطقه کار میکنیم تقویت میکنه همچنین وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرده که پنتاگون سه هدف اصلی شامل حفاظت از نیروهای ایالات متحده حمایت از حق اسرائیل برای دفاع از خود و بازدارندگی از یک درگیری منطقه گسترده سر رو پیگیری میکنه اعزام جنگنده های F-16 بیشتر به منطقه خاورمیانه از سوی آمریکا در حالتی صورت میگیره که نگرانی ها از تشدید تنش در این منطقه به دنبال جنگ غزه و مداخله جمهوری اسلامی در این منازعه افزایش پیدا کرده در همین راستا ایالات متحده به تازگی سامانههای پیشرفته دفاع ضد موشکی به منطقه ارسال کرده و از عواسط مهماه ناو هواپیمابر آمریکایی اس جرالد آر فورد بزرگترین ناو هواپیمابر آمریکا و همراه پنج ناو جنگی در شرق مدیترانه و نزدیک سوال اسرائیل و لبنان مستقر شدند از سوی دیگر ارتش ایالات متحده ناو هواپیمابر یو اس اس دوایت دی آیزنهاور و چهار فروند کشتی جنگی همراه اون رو به منطقه اعزام کرده در ابتدا گفته شد که این ناو گروه به دریای مدیترانه اعزام شده اما الان گمانه زنی های مطرح شده که مقصد آن دریای عمان در نزدیکی ایرانه این خودش به تنهایی میتونه یه ویبره قوی در حد بندری بیاره واسه جمهوری اسلامی خیلی از حالا ارتش جمهوری اسلامی آرزوشونه که یه بار بتونن روی این ناو عکس یادگاری بگیرن ازام تجهیزات نیروها به منطقه و نزدیکی مرزهای ایران در حالی که قبلا نیز آمریکا نیروهای تهاجمی برای مقابله با تحرکات جمهوری اسلامی به منطقه اعزام کرده بود سفارایی نیروهای آمریکایی در منطقه در حالی صورت میگیره که وزارت دفاع ایالات متحده دوشنبه گذشته اعلام کرد جمهوری اسلامی رو مسئول نهایی حملات موشکی و پهبادی اخیر به سربازان آمریکایی در خاور میانه میدونه پتریک رایدر سخنگوی پنتاگون به خبرنگاران گفت اگرچه واشنگتن اطلاعاتی در دست نداره که نشون بده جمهوری اسلامی مستقیما دستور حملات رو داده اما گروه های مسئول این حملات تحت حمایت جمهوری اسلامی و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه ما نهایتا جمهوری اسلامی رو پاسخگو میدونیم همچنین مقامات ایالات متحده اعلام کردند که طی س... هفته گذشته دست کم 24 نفر از سربازان آمریکایی در جریان حملات هم... به پایگاه های آمریکا در عراق و سوریه مجروح شدند و ببینید که جالب اه... تازه صدا شده در آوردن هفته گذشته بوده الان تازه تعداد اومده 24 نفر بر اساس این گزارش 20 اه... 20 سرباز در حمله 18 اکتبر دو پهپاد انتحاری به پایگاه اطلاف در جنوب سوریه دچار جراحت جزئی شدند در همان روز حمله دیگری به پایگاه عین اسد در غرب عراق مج... به مجروح شدن سطحی چهار سرباز آمریکایی منجر شد در همین زمینه آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم در همین روز تاکید کرد ایالات متحده به دنبال درگیری با ایران نیست اما این کشور به هر گونه حمله ایران یا گروههای نیابتی اون سریع و قاطع پاسخ میده آنتونیو بلینکن در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره جنگ اسرائیل حماس گفت ایالات متحده به دنبال درگیری با ایران نیست ما نمیخواهیم که این جنگ گسترش یابد وی در ادامه گفت اما اگر ایران و گروه های نیابتی اون در هر جا به پرسنل آمریکایی حمله کنند اشتباه نکنید ما از مردم خود دفاع میکنیم ما از امنیت خود سریع و قاطع دفاع خواهیم کرد سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید امروز گذشته در مورد حملات گروه های شبه نظامی به منافع و نیروهای آمریکایی در خاورمیانه گفت که جمهوری اسلامی به طور فعال این حملات رو تسهیل می کند به دنبال بالا گرفتن جنگ بین اسرائیل و گروه حماس در غزه و تشدید عملات گروه های نیابتی وزارت دفاع آمریکا دستور اعزام سامانه ضد موشکی و ضد هوایی بیشتر به خاورمیانه از جمله سامانه ضد موشکی تاد رو صادر کرده این هم کمک اسرائیل میکنه که اگر میخواد بره داخل غزه و خیال راحتری بره هم کمک میکنه که خود آمریکا بتونه از خودش و نیروهاش و پایگاهش در منطقه دفاع بکنه این اتفاق اتفاق فکر نمی کنم کوتاه مدتی باشه یعنی فکر کنم این رو اگه به وجود بیاد بسیار طولانی مدت خواهد بود به خاطر اینکه تخلیه کردن غزه کار اصلا راحتی نیست این تونل های زیرزمینی و این همه موانعی که وجود داره به کنار جمهوری اسلامی از سوریه و عراق و غیره و این هایی که داریم میبینیم در کشورهای مختلف اعلام آمادگی کردن که بیان به جنگ اینا هر کدومش میتونه داستان باشه مثل امروز به مردمشون گفته آقا لطفا دهنتون رو ببندید خیلی جالب السیسی هم به ارتش گفته دخالت نکنید هم به مردم گفته غیر مستقیم گفته آقا نه یا نه لکی اینا بکنید گفته ما به شما نمیخوایم وارد این داستان بشیم قطعا وارد بشه میدونه که باید بگیره اونم از فلسطین یه بار گرفتن برای هفت پشتشون بسته تقاضا کرده گفته به هیچ عنوان جانب هیچ کدوم از دو طرف نه اصلا آقا انگار نه انگار شما میدونید بسیار چی چشاتونو رو ببندید نمیخواد بگید مرگ در این نمیخواد بگید مرگ در اون اما انتقاد تند اسرائیل از سخنان آنتونیو گوترش در شورای امنیت آقای گوترش درباره آنچه نقض آشکار قوانین بشری بین المللی از سوی اسرائیل خوانده به شدت ابراز نگرانی کرده موضوعی که واکنش تند مقامات اسرائیل رو در پی داشته مقامات اسرائیلی با انتقاد شدید از گوترش دبیر کل سازمان ملل موضع تازه وی درباره نقض قوانین بشر دوستانه در غزه رو غیر قابل قبول دونستند الی کوهن وزیر امور خارجه اسرائیل در دفتر سازمان ملل در نیویورک گفت شرم بر او باد آقای کوهن همچنین در پستی در ایکس نوشت و دبیرکل سازمان ملل ملاقات نخواهم کرد بعد از کشتار هفته اکتبر توسط حماس جایی برای رویکرد متوازن وجود ندارد حماس باید از روی کره زمین محو شود در همین حال گیلاد اردان سفیر اسرائیل در سازمان ملل نیز آقای گوترش رو به از دست دادن تمامی اخلاق و بیطرفی متهم کرد و گفت او در حال مدارا با تروریسمه آقای اردان خواستار استفای دبیرکل سازمان ملل شد و گفت آنچه وی میگوید تهمت خونه خالصه جالب کشور وقتی نوبت خودشون میشه تازه میفهمن با چی طرفن این همه جنایت جمهوری اسلامی در ایران کرد یک صدا از گترش نیامد بیرون الان که حالا در مورد اسرائیل داره حرف میزنه رو خوب البته همین باعث بشه که این آدمای بیخود برن از اونجا بیرون گرچه که کل سازمان ملل کلش بیخوده تهمت خون اتامیک که از قرون وسطا به دینسو از سوی عده از مسیحیان به یهودیان زده میشده. بنابر این ادعای ثابت نشده میگفتن یهودیان کودکان غیر یهودی رو میکشن تا از خون اونها در مناسک مذهبی خودشون استفاده کنند. به دنبال واکنش تند اسرائیل به سخنان دبیرکل سازمان ملل گزارش در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت رنج آلام مردم فلسطین توجیهی برای حملات ترسناک حماس علیه اسرائیل محسوب نمیشه آن حملات وحش... آن حملات وحشتناک هم نمیتونه تنبیه جمعی فلسطین از سوی اسرائیل رو توجی کنه سفیر اسرائیل در سازمان ملل نیز با اعلام تصمیم کشورش در خودداری از صدور ویزا برای مقامات سازمان ملل متحد تایید کرده که درخواست ویزای مارتین گریفیتس معاون دبیل کل در امور بشر دوستانه رد شده آقای اردان گفته وقتش رسیده که به اونها درسی بدهیم این. اینم بگم که در بخشی از جلسه این آقای کوهن یه صدای تماس یکی از تروریست های که به خانواده‌اش زنگ زده بود و با ذوق و اینا داشت میگفتش که آقا چه اتفاقی اینجا افتاده رو در سالن پخش کرد که باعث شد برگای همه بریزه به زمان عربی زیرش زیرنویس داره ولی قول دادم دیگه من به زیرنویس اعتماد نکنم یعنی خیلی از دوستان پیام دادن سر اون ویدیوی که زیرنویس بود گفتم ما نمیتونیم بخونیم اینو من روی تصویر برای شما روخانی میکنم This is a terrorist of Hamas. اصلا که عربیه اگر یادم رفته بذارم مطلب اصلی و مهمی که توی این اتفاق وجود داشت اینه که طرف زنگ زده به خانوادهش و با زوق و شوق داره میگه من ده نفر رو فقط با دستای خودم کشتم و از اون ور دارن ذوق و شوق و ماشالله و فلان و فلان اینا براش میگن که شرایط اصلا غیر قابل باوره بذارید بذارم براتون لحن یا رو ببینید فکر کنم یه مدار بیشتر دستتون بیاد چی به چیه به خاطر اینکه ده نفر آدم شما ده تا جوجه رو بخوای بکشی بعدش یه عذاب وجدانی به دست میده ولی البته اگه فلسطین نباشی یه لحظه من اینو بذارم براتون بیارم بذارم رو همین این بله همونطور که خدمتون گفتم من اینو فقط روخانی میکنم برای شما به خاطر اینکه عربی داره حرف میزنه اینجا هم اولش هم که سلامو گفته آیا بله میگه من دارم به زنگ میزنم از میفلاسیم هستم تو یکی از این کیبوتس های اسرائیلی شهرک اسرائیلی واتساپ رو باز کن ببین که الان ببین همه اینایی که به قتل رسیدن تماشا کن ببین چند نفر من خودم با دسته خودم کشتم این تصاویر از میفلاسی میگه داره میاد ببین احمق اونور داره میگه الله اکبر الله اکبر میگه دارم از تلفن یه یهودیه با تماس میگیرم همین الان خودشو شوهرشو کشتم اون خانومه رو با شوهرشو کشتم با دستای خودم میگه ده نفر رو کشتم بابا من ده نفر رو دسته خودم کشتم یعنی واقعا وقتی میگیم که اینا تروریستن و چجوری اینا رو مخشویی کردن که یارو فکر میکنه ده نفر رو کشته دیگه الان ایولش جفت میله دیگه دیگه الان بهشت حوری اونجا نشستن آماده که ایشون برسه دوباره میگه واکن واتساپ ببین چند نفر رو کشتم این مسئله باعث ریاکشن به آقای کوهن شد و

اتفاقا اون صحنه رو میبینیم ناراحت میشیم و که ناراحت نشیم هم انسانی مسئله سر اینه که وقتی من این تصویرها رو میبینم بچه ها یه چیزی بگم اینو تا حالا تو برنامه نگفتم نگران مردم کشور خودمون میشم این این اتفاق اتفاقی که هر دیکتاتوری هر ظالمی انجام میده یعنی اگر فردا جمهوری اسلامی با آمریکا درگیر بشه مسلما میخوان برن الان هر جایی که اونم سپر انسانی میخوان دیگه برن تو جاهای این چنینی لانچر موشک بذارن و غیره و همین اتفاق بعدا خدا روز نره برای مردم ما هم ممکنه پیش بیاد و فقط میتونیم بگیم که آقا مردم فلسطین خودشون باید حماس، اونا که اوزه هماس هم بگیرن تحویل بدن خودشون بگیرن بکشن اصلا من مطمئن بگیم چه اتفاقی برای مردم ما بیفته مردم ما خودشون دیگه اون موقع تعارف ندارن که اون موقع دیگه چیزی نداری قرار وایسن که بخواد موشک بخوره بعد خود مردم اگر کاری که الان نمیکنن و بعدا بعد انجام بدن وظیفه مردم اونجا اینه که نیروهای حماسی رو تحویل بدن که شهرشون رو بکنن که زندگیشون سالم بمونه حتی من نمیدونم فکر میکنم اگر که اسرائیل میتونست جایزه بذاره برای این کار شاید نتیجهش نتیجه خوبی بود اما حمله هوای اسرائیل به موازه در سوریه ارتش اسرائیل در پاسخ به پا حملات توپخانه ای از خاک سوریه به چند موزه نظامی در این کشور حمله کرده در بیانیه این نهاد گفته شده که در ساعات اولیه صبح چهارشنبه جنگندهای نیروی هوایی اسرائیل زیر های نظامی و های متعلق به ارتش سوریه را هدف قرار دادند خبرگزاری رسمی سوریه با این حمله از کشته شدن هشت سرباز و زخمی شدن هفت تن دیگر خبر داده اسرائیل برای ممانعت از گسترش نفوذ ایران مرتب مواضعی رو در خاک سوریه هدف قرار میده اما تواتر این دست حملات از بیش از دو هفته پیش و به دنبال آغاز درگیری اسرائیل هماس به شدت بیشتر شده به یه خبر بگم که به این خبر خیلی ربطی نداره ولی جالب بودش اینو خیلی خیلی از کسایی که کار خبری تحلیلی میکنن همین چند تا گروگان آزاد شده رو میگن که دنیا مدیون ترامپ و یه دو سه تا میزگر دیدم و دقل که صحبت میکردن در مورد اینکه اگر اگر آبرام آکورد یا پیمان صلح ابراهیم نبود الان ممکن چه بلایی سر اسرائیل بیاد الان اسرائیل سفارت داره با تمام کشورهای عربی مراوده داره قرارداد همکاری داره قرارداد سرمایه گذاری داره برای همینه که تا الان کنترل شده است این اتفاق درسته در کشور خوشون میان بیرون ولی اگر اینا نبود ممکن بود اتفاقات خیلی بدتری برای مردم اسرائیل بیفته اما برنامه اسرائیل برای حذف فیزیکی سران حماس یکی از اهداف مهم حملات هوایی سنگین این کشور به غزه کشتن سران ارشد حماس در داخل این باریک است اما به گزارش رسانه‌های اسرائیل کشتن سران حماس در سایر کشورها هم در دستور کاره یدیوت آهرونوت روز چهارشنبه سه آبان ادعا کرده اسماعیل هنیه خالد مشعل و صالح حل اروری یا ابراش صالح حل عروری، که مقیم خارج هستند و یحیی سنوار محمد زیف و مروان ایسا از در داخل غزه در صد فرهست اهداف مورد نظر هستند. اسماعیل هنیه 61 ساله و خالد مشعل 58 ساله ساکن دوه در قطر هستند. ساله حل عروری 57 ساله که سالها ساکن لبنان بوده بین ترکیه و قطر در رفت آمده یحیا سنوار 61 ساله رهبر حماس در داخل سرزمین های فلسطینی بعد از 20 سال حبس در زندان اسرائیل به کشت به جرم کشتن اسرائیلی ها و قتل 11 فلسطینی به زن همکاری اطلاعاتی با اسرائیل در جریان معامله اسرائیل و حماس بر سر آزادی گیلاد شالیت سرباز از اسیر اسرائیلی آزاد شده در دوازده سال گذشته ساکن شهر غزه بوده برادرش هم فرمانده یگان نظامی هماس در شاخه جنوبی این باریک است اما یه چیز بگم براتون شاید جالب باشه در همون دوره که ایشون در زندان بود تومار مغزی داشت و به حال میخوام بگم بحثای بشر دوستانه چجوریه جراح اسرائیلی جراحی میکنه تومارشو در میاره تا ایشون بتونه زنده بمونه بعد از اینکه مراودهش میکنن و به حال تبادل انجام میشه همچنان رفته تو همون گروه تروریستی و همون کاری که میکرد داره در وسط بزرگتر هم انجام میده از مل مخفیگاه سنوار از آغاز جنگ جاری خبری در دست نیست رسانه های اسرائیل میگن سنوار مانند سایر سرانه هماس در غزه در تونل های زیرزمینی این که پنهان شده محمد دیف یا محمد زیف 58 ساله فرمانده میدانی فرمانده میدانی گردان‌های عزیز و دین قسام شاخه نظامی حماس بارها از سوی غستای اسرائیل جام به در برده و یک بار هم به شدت زخمی شده از زیف روز 15 مهر ساعتی بعد از حمله حماس به جنوب اسرائیل یک کلیپ صوتی در توجیه طوفان الاقصا پخش شد رسانه اسرائیلی گفتن محمد زیف از مدتی قبل آن صدا را ضبط کرده و خود و خانوادهش در مخفیگاهند مروان ایسا 50 ساله که اسرائیل رو مرد در سایه حماس مینامد معاون و دست راست محمد زیفه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته سران حماس خود رو مرده بدونن دانی یاتوم رئیس پیشین موساد گفته که کشتن سران هماس در خارج در هر جا و در هر شرایطی که باشد در دستور کاره و ما تقابل واشنگتن و مسکو در شورای امنیت بر سر جنگ غزه آمریکا پیشنهاد آتش بس حماس و اسرائیل رو نمیپذیرد ایالات متحده ای آمریکا به عنوان همپیمان و متحد نزدیک اسرائیل در جنگ غزه همچنان در برابر فراخوانهای مکرر به آتش بس در شورای امنیت به ویژه نسبت به در درخواست‌های متعدد روسیه در این خصوص داره مقاومت میکنه از سوی دیگه روسیه هم در نشست تازه شورای امنیت اعلام کرده که از اقدام پیشنهادی ایالات متحده نزد شورا در خصوص جنگ غزه حمایت نمیکنه و پیشنویس قطعنامه رو به جای اون ارائه کرده یعنی برای اونا نه اخه من یه مدلش دارم که این مدل بهتره اصطلاعا خوار نداره این یکی رو بگیرید واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل طی سخنانی در این خصوص خطاب به اعضای شورای امنیت گفت تمام جهان از شورای امنیت انتظار داره که به نفع برقراری یک آتشبس سریع و بدون قید شرط موضع بگیره اضافه کردین دقیقا همون چیزی که در پیشنویس قصنامه پیشنهادی آمریکا وجود نداره بنابراین ما هیچ نکته مثبتی در اون نمیبینیم و نمیتونیم از اون حمایت کنیم اکثر اعضای شورای امنیت سازمان ملل روز سهشنبه در نخستین نشست علنی این شورا برای بررسی جنگ جاری در غزه میان اسرائیل و حماس خواسته بودن که آتشپس فوری انجام بشه تا بشه کمک رسانی کرد به غیر نظامیان 15 عضو شورای امنیت که در اون پنج عضو دائم از جمله ایالات متحده و روسیه از حق وتو برخوردارن تا الان بر سر قطنامه که بتونه زمینه پایان یافتن خشونت های جاری در خاور میانه رو فراهم کنه هنوز سرم چیزی به توافق دست پیدا نکردن ایالات متحده سخت ترین متحد اسرائیل هفته گذشته قطنامه رو وتو کرد که دوازده عضو دیگر شورا از اون حمایت کرده بودند. این قطنامه که در اون بر لزوم توقف درگیری تاکید شده بود تنها به این دلیل که به اندازه کافی به اسرائیل به حق اسرائیل در دفاع از خود در اون اشاره نشده بود مورد مخالفت ایالات متحده قرار گرفت روسیه هم قبلا پیشنویس قطنامه رو با تاکید بر آتش پس بشر دوستانه برای کمک رسانی به غزه به شورای امنیت پیشنهاد کرده بود که به دلیل مشابه رد شد اغلب افرادی که به نمایندگی از نزدیک به 90 کشور شامل سی وزیر امور خارجه و معاون وزیر نامشان در فهرست سخنرانان نشست علنی روز سهشنبه شورای امنیت قرار داشت بار دیگر درخواست برای آتشپس فوری و توقف حمله به غیر نظامیان فلسطینی را در بهبوهه ویرانی های گسترده و افزایش چشمگیر تلفات در غزه تکرار کردند. سامه شکری وزیر امور خارجه مصر یکی از اونها بود که نسبت به عدم حصول توافق در شورای امنیت طی دو سال گذشته برای تصویب قطعنامه به منظور تحقق آتش پس و در نهایت پایان دادن به جنگ جاری در غزه ابراز تاسف کرد. آیمن صفدی وزیر امور خارجه اردن هم به نمایندگی از 22 کشور عرب عضو سازمان ملل متحد ضمن ابراز تاسف از ناکامی شورای امنیت در برقراری آتش بس فوری اسرائیل رو متهم کرد که غزه رو با خاک یکسان کرده و از دیپلومات های حاضر در نشست خواست تا ای رو برای توقف جنگ محکومیت کشتار غیرنظامیان از هر دو سو و نیز جلوگیری از رنج و گرسنگی و همچنین مجازات دست جمعی فلسطینیان به تصریب برسونند واشنگتن اعلام کرده که طرفدار یک وقفه و شردوستانه است توقفی کوتاهتر از آتش بس که در درگیری ماهیت رسمی آنچنانی هم نداره آتش بس خیلی جدی تر توقف یعنی مثلا یه, یه هفته آقای ساکت باشین ببینیم یارو چی میگه مثلا توی مایه ها یه, یه هفته نزنید بذارید مثلا یه آب مدنی ها رو برسونیم بعدن آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده از شورا خواسته تا از قطنامه جدیدی به رهبری ایالات متحده که بازخوردهای اساسی بحران در اون گنجانده شده حمایت کنه به گزارش خبرگزاری فرانسه این پیشنویس از حق ذاتی همه کشورها برای دفاع از خود دفاع میکنه و در این حال خواستار احترام به قوانین بین المللیه قطنامه پیشنهادی ایالات متحده از وقفه بشر دوستانه در درگیری ها و نه از یک آتش کامل برای فرام کردن امکان ارسال کمک ها حمایت میکنه فاکس نیوز اعلام کرده که آقای نسخه از پیشنویس قطنامه رو به دست آورده که نام جمهوری اسلامی از توش حذف شده به گزارش فاکس نیوز در این قصنامه که هیچ اشاره به نام ایران حامی اصلی سازمان های تروریستی حماس حزب الله نشده از کشور عضو میخواد تا گام های فوری و ملموس برای حمایت از تلاش های سازمان ملل و کشورهای منطقه برای جلوگیری از تشدید خشونت در غزه رو افزایش بدن یک سخنگوی هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل در پاسخ به این رسانه روسیه را عامل حذف نام جمهوری اسلامی از پیشنویس قطنامه معرفی کرده سخنگوی هیئت نمایندگان ایالات متحده گفت دولت بایدن در محکوم کردن عملات طولانی مدت تهران از گروه های تروریستی مانند حماس و حزب الله بوده بود هیچ کار نسبت به پاسخگو کردن جمهوری اسلامی بابت فعالیت های بی کنندش تردید نداشته اما اضافه کرده که اما درباره پیشنویس قطعنامه هیئت نمایندگی روسیه در سازمان ملل اصرار داشته نام جمهوری اسلامی حذف بشه الان چه ذوقی میکنن الان درصدی که حالا اسم تو قطنامه باشه یا نباشه جمهوری اسلامی اینقدر از این قطناما برای صادر شده قاب میگیره میزنه دیوار بهش افتخارم میکنه ولی با یه همچین چیز کوچیکی الان کلی روسیه میتونه دوباره جمهوری اسلامی رو بتیغه که اسم شما اونجا بود و من برداشتم در پیشنویس نخواست اومده بود ایران باید ارسال تسلیحات و تجهیزات رو به شبه نظامیان مسلح و گروه های تروریستی تهدید کننده صلح و امنیت در سراسر منطقه از جمله حماس متوقف کنه حالا این جمله چیش بد بوده که روسیه گفته از بشه خودش سوال ها گفتن آقا جمهوری اسلامی باید ارسال تسهیلات و تجهیزات رو به شپ نظامیان مسلح و گروه تروریستی متوقف کنه خب اگر نمیکنی این کارو که نگرانی نداره که بخواد اسمو بردار کسی میترسه که داره این کارو میکنه میگه آقا نگید اونجا که نکن اینم خودش جالبه رگیری درباره قطنامه های پیشنهادی این دوزه دامن شورای امنیت ممکن اواخر این هفته انجام بشه دوباره ببینیم این وسط یکی پیدا میشه وتو کنه یا خیر اما قبل از اینکه ادامه برنامه رو با همدیگه ببینیم بریم یه ویدیو خیلی جالب براتون آوردم ببینیم از کمکی که بچه های این کانال انجام دادن عزیزانی که صورت ماهیانه رقم های ریز و درشت دارن کمک میکنن به مناطق محروم از طریق بنیاد نوروز این هزینه هایی که خارج از هزینه خرید منبع و غیره هست معمولا هر چند وقت بار هزینه میشه برای اتفاق خوب این اتفاق خوبم تقریبا 181 جفت کفش بوده برای یکی از دوستان های مناطق محروم در سیستان و بلوچستان بچه‌هایی که خیلی سخته براشون باید کیلومترها پیاده برن تا به مدرسه برسن اونا که مسافتشون خیلی دور امسال خود جمهوری اسلامی اعلام کرد 30 درصد ترک تحصیلی داشتن تو اون منطقه چون هزینه پرداخت پول سرویس رو نداشتن بدن 181 بچه به جای دمپایی کهنه و پاره یا کفش بسیار کهنه کفش نو پاشون کردن حالشون خوبه بریم اینو ببینیم تا شاید یه سبب خیری بشه دیویست از بچه های همین مدرسه هنوز کفش نداره بریم ما هم ببینیم امیدوارم که در دلتون اثر کنه هر کدومتون یه تعداد کفش نیت بکنید برای این بچه ها کنید در یه جای دور در کشور عزیزمون ایران جایی که مردمش دقدقه اصلیشون داشتن نون و آب و درس خوندن جز امکانات لاکچری محسوب میشه جایی که بچه های اون انقدر محرومن که با کوچکترین اتفاق برق شادی تو چشاشون هویدا میشه بنیاد نوروز تونست با کمک های شما یک همیاری بسیار خوب اونجا انجام بده و برای بچه های محسل کفش تهیه کنه کلا در این مناطق خرید لباس خیلی مرسوم نیست معمولا بچه ها یا پا برهده هستند یا کفش ها دنپایی بسیار کهنه پاشونه اما با کمک شما حداقل برای یک تعداد از این دوستان داستان تغییر کرد چون با کمک شما تونستیم تعداد زیادی کفش براشون تهیه کنیم اومدیم روستای سیف آباد شهرستان لاشار استان سیستان و بلوچستان الحمدلله تعداد 181 جفت کفشی که به این جانب حمزه بود لاشاری تحویل داده شده بود برای مدرسه شیستجادی سیف آباد اینا رو تحویل گرفتیم ما و از بانی این کار و بول زحمت فرمودند و به ما اعتماد کردن تشکر میکنیم و خواهشی که از ایشان داریم این است که هنوز تعداد دویست دانش آموز از مقطه ابتدایی اینا کفش تعلق نگرفته امیدواریم که این کفش باقیمانده مانده رو هم تکمیل بفرمایند تا همه دانش آموزان روستا خوشحال باشند این صورت های مهربون درسته که جیباشون خاریه ولی قلبی دارن از طلا خودتون میدونید که چقدر سخت وقتی توی مدرسه 181 نفر کفش نو بگیرن و 200 نفر دیگه فقط نظارگر باشن برای همینه که بعضی از چهرهایی که میبینید کاملا غمگینه اما مطمئنم که با لطف و مهر و عشقی که شما دارید 200 عدد کفش واقعا عددی نمیشه اونم در ایران که شما قطعا میدونید وقتی در خارج از کشور زندگی میکنید این پول وقتی در ایران تبدیل به تومن میشه عددش قابل ملاحظه است امیدوارم با دیدن این برنامه هر کدوم از شما تصمیم بگیرید پنج جفت یا 10 جفت کفش هزینش رو متقبل بشید تا این نازنینان زیبا روی هم در نهایت محرومیتی که هستن بتونن از این کفش ها استفاده کنند و اینجوری نباشه که یه سری از همکلاسیاشون کفش نو بپوشن و بقیه با کفش کهنه یا با دمپایی اونجا باشن و همش با خودشون این صحبت رو داشته باشند که چرا ما اینقدر بد شانس بودیم که به بقیه کفش رسید و به ما نرسید مطمئنم در کنار شما بزرگترین کمک ها رو به مردم عزیزمون خواهیم کرد و شایدم یه روزی با کمک همین شما تونستیم کشور خودمون رو آزاد کنیم تا این دلها همیشه شاد باشند برای کمک به هموطنان عزیزمون به وبسایت سایت www.nours.org کرده و یا با شماره تلفن یک هفت و و چهل و چهار صد تماس بگیرید بله دیگه خودتون دیدی تصویر خودش گویاست میدونید که این کفشا به نسبت پولی که شما در حالا هر کشوری که زندگی میکنید استطاعت دارید خیلی رقم ناچیزیه انقدر همه پول های خارجی در داخل کشور گرونه که با یه هزینه کم که شما پرداخت کنید شاید باورتون نشه پنج جفت ده جفت کفش برای این عزیزان میشه تهیه کرد لطف کنید توی مسئله مشارکت کنید مطمئن باشید این لبخند و اون شادی که تو دل این بچه ها میاد تو زندگی شما قطعا رو خواهید دید شماره بنیاد رو صفحه است یک هفت و چهار و, چهار و یا سایت نوروز که از اون طریق میتونید کمک های خودتون رو به دست بندیاد نوروز برسونید تا بتونه تأمین کنه این دیویز شفت کفش رو برای این عزیزان دلبندمون اما بالاخره اسرائیل با تأخیر تهاجم به غزه موافقت کرده اسرائیل به طور موقت با در ایالات متحده برای به تعویق انداختن تهاجم موافقت کرده این به ارتش ایالات متحده اجازه میده تا همونطور که در چند روز گذشته دیدیم سیستم های دفاع موشکی رو در منطقه از جمله برای نیروهای آمریکایی که در عراق، سوریه، کویت، اردن، عربستان سعودی و امارات خدمت می‌کنند استفاده کنند تا از اون ده ها در برابر موشک‌ها و راکت‌ها محافظت بشه. انتظار میره این تأخیر تا هفته آینده ادامه داشته باشه اما تهاجم همچنان اجتناب ناپذیر به نظر میرسه. تا الان حداقل 13 حمله در عراق و سوریه با استفاده از پهپاد و موشک صورت گرفته که منجر به کشته شدن یک پیمانکار آمریکایی و, امریکای و مجروح شدن 29 نظامی در سوریه و 10 نظامی در عراق شده. حالا زمانی که این سامانه های دفاع موشکی نصب بشه احتمالا هم اسرائیل با خیال راحت هم میتونه به غزه بره هم آمریکا میتونه خیالش راحت بشه که نیروهاش در امانن و میتونه تمرکز رو دفاع از اسرائیل بذاره وگرنه یه چیز عجیب و غریبیه مخصوصا تو این کابینه که الان بایدن داره و مسئولینی که در رده های بالای پنتاگون و ارتش گذاشتن واقعا فاجعه و نگرانی از بابت بسیار زیاده با توجه به که در ویدیو دیشب مگرگور گفت اکثر کسایی که الان هست اولا 450 هزار نیروی نظامش از دست داده یه سری به خاطر اجبار به واکسن گذاشتن و موقع رفتن یه عده به خاطر اتفاقات بعدی که بودجهشون رو کم کردن اذیتهایی که سر ترانسجندرا و غیره در ارتش پیش اومده اون خیلی گذاشتن رفتن 450 هزار سربازش رو از دست داده و اونها هم که الان هستن تا حالا جنگ ندیدن و این خیلی شرایط تو پیچیده میکنه جنگ های به حال سنگینی در پیش رو خواهد بود و نیاز داره کسی مسئولیت رو قبول بکنه که بتونه چند جبهه مختلف رو در آن واحد رهبری و مدیریت بکنه اما نخست سابق اسرائیل بنت همکاری دولت اسرائیل با قطر رو بالاخره محکوم کرده این مطلبی بودش که من تو یکی از ویدیوها اشاره کردم خیلی عجیب و غریبه آخه چجوری جوری میشه مثلا بلینکن میره قطر اونجا با مثلا حاکم قطر صحبت کنه در صورتی که میدونه اسرائیل اسماعیل آقای حنیه اونجا زندگی میکنه اسماعیل هنیه در قطر داره زندگی میکنه یعنی خیلی راحت میتونن بگن آقا باید تحویلش بدی اگه تحویل ندی باید برخورد میشه یه کشوری که اومده همه تروریستا رو داره به خود در خودش پناه میده حداقل جمهوری اسلامی اگر چه میدونم بن لادن و رئیس القاعده و غیره رو تو خودش پناه داده مراودهی با آمریکا یا با کشور غربی نداره ولی قطر خیلی جالب هم از توبره میخوره از آخر هم از این طرف تروریستا پناه میده. هم از اون طرف با آمریکا و اسرائیل و همه نشست میذاره اولین کسی که در این رابطه حرف زده بنت اونم بخاطر اینکه احتمالاً تو بازی نیست دیگه یه دلیل خاصی در این اتفاق باید وجود داشته باشه نفتلی بنت نخست وزیر سابق اسرائیل به شدت از دولت اسرائیل انتقاد کرد و اعلام کرده که اونها مرتکب خطای اخلاقی و عملی قابل توجهی هن. ایشون تاکید میکنه که قطر نباید شریک اساسی در عملیت های بشردوستانه و دیپلماتیک باشه بلکه باید اون یک دشمن دانست بنت مدعیه که قطر به سازمان های تروریستی مثل حماس و داعش کمک مالی میکنه در پایین هم گفته سردرگمی یا اینجوری دور خودتون پیچیدن داست پیروزی نمیشه این داستان قطر هم مثل کاملا بین المللی ها یعنی مثل خامنه که میگه اونم میگن پیارسال سال فکر کنم یک میلیارد دلار فقط به جهاد اسلامی داده بودن در فلسطین که به حال چرا دنیا در برابرش نمیسته اینم خودش بحث جالبیه حالا یه چیزم بگم که یه تهدیدی هم قطر کرده بود کشور غربی رو چون الان میدونیم اون کسری گازی که از روسیه بوده بخشش داره از قطر جبران میشه دیگه گفته من شیر گاز رو اروپایی میبندم اگر که از اسرائیل حمایت بکنن یه بار گفت فعلا دیگه حرفش رو نزده باید ببینیم آیا وایستاده هوا سرد بشه بعدا این کار رو بکنه یا نه فقط یک لاف بوده این وسط تنها کسی که تبر ورداشته داره ریشه خودش رو خیلی عمیق و خیلی دو نبش مجلسی میزنه اردوغانه اردوغان به خاطر سه, سه از که قبلا تو این چند سال گذشته شده یک فاجعه اقتصادی رو در ترکیه رقم زد پارسال تو خبرها بود مثلا یه سری از مواد غذایی یه مثلا 4000 درصد رفته بالا یه سری دیگه 400 درصد 500 درصد همین شروع این حمله حماس به اسرائیل که یه کوچولو به نفع حماس یا فلسطین حرف زد 18 درصد ارزش پولش تو یک ساعت افتاد پایین خیلی از ضررهای قبلیش رو تونسته بود با مخزدن کشورهای دیگه که به اونجا سرمایه گذاری کنن یه بخشیش رو با اون پر کرده بود مثلا خود بحثی که با اسرائیل و هرتسوگ رفت و اونجا صحبت کردن مثلا عددهای سنگین میلیاردی قرار بود اسرائیل اونجا سرمایه بکنه یه بخشی دیگه که کسایی که تو کشور خودمون زندگی میکنن دستشون به دهنشون میرسید اینا رفتن در ترکیه ملک خریدن قیمت ملک هم رفت بالا اونا که میتونستن به حال خونه ایرانشون رو فروختن رفتن اونجا خونه خریدن پاسپورت ترکیه رو گرفتن و ایرانیا خیلی از ایرانی اونجا پول هزینه کردن و این پول تونست اقتصاد ترکیه رو نجات بده گرچه که همین ایرانیا باعث شدن که اردوغان انتخاب نشه یعنی میزان اختلافی که وجود داشت یه میلیون و هزار تا تقریبا رعی بودم دقیقا ایرانی که اونجا اقامت دارند و به خاطر اینکه که گفته اگر من بیام پناهنده های ایرانی رو ایرون میکنم این حالا ایرانی که اونجا بودن چون نمیخواستن ببینن هموطنشون از ترکیه اخراج میشه به اردوغان رأی دادن چون اون رقیبش میخواست این کار رو انجام بده بماند تو این شرایط که حالا خیلی لب لب و مویی و مماس هم تونست بیاد بالا این صحبت هایی که جدیدن کرده میتونم بگم که بدترین اتفاق برای خودش و اقتصاد ترکیه قطعا رقم میخوره اردوغان گفته گروه مبارز فلسطینی حماس یک سازمان تروریستی نبود بلکه یک گروه آزادی بخش بود که برای حفاظت از سرزمین ها و مردم فلسطین می از این بابت میگم ایشون خیلی احمقه چون اونایی که طرفداری میکنن میگن آقا حماس تروریسته ولی همه فلسطینی ها جزو حماس نیستن این دیگه از بیخ داغونه دیگه میگه حماس هم تروریست نیست یعنی اونا که اومدن اسلحه گرفتن زن و بچه مردم رو کشتن اینا برای دفاع از مردم خودشون اومده بودن آدم کشته بودن تو سرزمین یکی دیگه اردوغان رهبر ترکیه با تاکید بر نیاز به ارزیابی مجدد این طبقه بندی تاکید کرده که حماس یک سازمان تروریستی نیست بلکه گروهیه که برای حقوق فلسطین میجنگه اردوغان سفر خودش به اسرائیل هم به دلیل سوء استفاده ی ادعای اسرائیل از حسن نیت ترکیه لغو کرده به حملات اسرائیل در رو نشانه قتل و بیماری روانی توصیف میکنه اردوغان اقدامات اسرائیل را به عنوان وحشیگری عمدی و جنایت علیه بشریت توصیف میکنه که مفهوم دفاع از خود رو به چالش میکشه این باز شد که سیاست مداره اسرائیلی اون هم که حالا در سفارت و غیره بودن از ترکیه بیان و فکر میکنم ترکیه ترکیه خیلی التماس کرد این ارتباط رو برقرار کنه تو دوران بود که مریض بود هر کشوری میرفت میگو اسرائیل دعوت کردیم بیاد به کشورمون شاید حداقل چیزی اولش 10 تا 15 تا از این چیزها رو من خودم پارسال در بر برنامه پخش کردم و الان که این اتفاق شده و یه حالا رونقی میتونسته به کشورش بیاد اینجوری داره با همون ایدئولوژی احمقانه که صادرات اصلیش از سمت جمهوری اسلامی و عرب بوده با همون ایدولوژی داره کشور خودش و خودش رو بدبخت میکنه ترکیه با ترکیه با تاکید بر نقش خود به عنوان کشور کشور زامن در فلسطین متعهد به ارسال کمک های ضروری به نوار غزه است او بر تحمل صفر ترکیه در مورد هدف قرار دادن کودکان بیگناه توسط اسرائیل تاکید میکنه و خواستار ارتباط سریح با مسئولین آن است و استدلال میکنه هدف قرار دادن مستمر اسرائیل از مردم بیگناه تنها ناتوانی این کشور در یافتن صلح رو تداوم میبخشه او مجددا بر حمایت تزلزل ناپذیر از فلسطین تاکید میکنه و سکوت حاکم در مورد بحران جاری رو به شدت محکوم میکنه در حالی که ترکیه هیچ مشکلی با دولت اسرائیل نداره اردوغان قاطعانه با آنچه که او به عنوان رفتار اسرائیل میدونه مخالفه او اسرائیل رو تشویق میکنه تا به تکیه بر حمایت خارجی به دنبال امنیت در منطقه باشه اردوغان از همه طرف های درگیر میخواد که سریعا آتش بس اعلام کنند و برای ایجاد کریدور بشردوستانه بدون مانع برای رسیدن کمک ها به غزه تلاش کنند. او از باز شدن دائمی گذرگاه رفح برای تسهیل جریان کمک های بشردوستانه حمایت میکنه اردوغان قصد روشنی برای سازماندهی کنفرانس صلح فلسطین و اسرائیل با مشارکت همه ای طرف های زیرفت داره اردوغان از انصراف و کارآمدی نظام بین الملل انتقاد میکنه و بر نیاز به مدرن سازی و توسعه سریع اون تاکید میکنه صحبت های ایشون توسط ماتئو سالوینی معاون نخست وزیر ایتالیا سخنان نفرت انگیز ارزیابی شد اما ایلان ماسک هم هشدار داده هشدارهای ایلان ماسک همیشه باید جدی گرفت به خاطر اینکه سوای این مسئله اصلی که به حال آدم باهوشیه آدمیه که یه چیزی بیشتر میفهمه دیگه به حال تونسته تا اینجا بره بالا ولی به خاطر ثروتی که داره و ارتباطات ای که داره مواردی رو میدونه که بقیه نمیدونن اینو بگم ببینید کم نیست وقتی میخواد یه مسابقه با زاکربرگ مسابقه رزمی برگزار کنه زنگ میزنه به نخست وزیر ایتالیا میگه میشه که از فضای تاریخیتون رو داشته باشین برای مبارزه هر کسی نمیتونه این کارو بکنه یعنی ارتباطه هست هم با مقام های سیاسی هم ممتر از مقام های سیاسی مقام های هسته های ثروت در کشورها قاعدتا نوبت با هم در ارتباط باشن که خبرای اصلی از اونجا میاد دیگه ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی و مالک شبکه اجتماعی ایکس هشدار داد که افزایش مخاصمات در سطح جهان شامل جنگ روسیه با اوکراین و جنگ اسرائیل با حماس میتونه آتش جنگی جهانی جنگ سوم رو شعله ور کنه. به گزارش ذ هیل ماسک در جریان گفتگوی در رسانه اجتماعی ایکس گفت ما باید صلح رو در اوکراین برقرار کنیم و به نظر من باید روابط خود رو با روسیه عادی کنیم. به گفته ماسک جنگ جهانی سوم یک خطر تمدنی است که ممکنه دنیا نتونه اون رو به سلامت پشت سر بذاره بنابراین اولویت ما باید اجتناب از جنگ جهانی سوم باشه و نه در افتادن به آنچه در جریان جنگ جهانی اول اتفاق افتاده یک درگیری منطقی به سرعت به جنگ جهانی تبدیل شد بحث خطر تمدنی بخوام واضحتر بگم در طول زندگی بشریت چیزی که آثارش مشخصه اینه که در چندین نقطه بشر برگشته و از نقطه صفر شروع کرده برای همین وقتی شما نگاه میکنید مثلا اهرام مصر رو میبینید یه سری جارو رو میبینید میگید که بشر چجوری تونسته اینا رو بسازه رو سوای اون بحث یوفو و غیره این اتفاق بوده در زمان تمدن روم ها هم, این اتفاق افتاده یعنی یه جایی شده که یهو دیگه این تمدن برباد رفته حالا این ممکنه جنگه تبدیل بشه به جنگ های و آپوکالیپتویی که یهو این, این که شهرهایی هستن که توش پنج نفر دارن تو چند خرابه ها زندگی میکنن همه جا نابود شده و غیره ممکن تبدیل به اونش تعداد کشورهایی که پتانسیل درگیر شدن در این جنگو دارن بسیار زیاده دقت کنید پتانسیلشو دارن چین هست، روسیه هست، جمهوری اسلامی هست، خیلی از کشورهای عرب هستن. از اون طرف هم خب غرب و آمریکا و اسرائیل هم اون طرفن و اگر قرار بشه درگیر بشن، اینجوری نیستش که همه نقاط درگیری فقط در اون نقطه باشه ممکنه مثلا اگر همونطور که میگن اگه جمهوری اسلامی دخالت کنه موازه جمهوری اسلامی رو میزنیم همونطور اگر یه کشور دیگه هم بیاد موازه اون رو میزنن و حالا اگر مثلا ناتو بیاد بزنه اون موقع روسیه هم میگه آقا این نیروها مثلا از آلمان اومدن پس من آلمان رو میزنم کمکان که الان میگن هوش مصنوعی تاریخ 23 نوامبر رو برای جنگ جهانی سوم اعلام کرده که حالا من خیلی به هوش مصنوعی اعتقادی ندارم چون بستگی دیتایی که بهش میدید جواب میده الان فعلا اینترنت وصل نیست بر همین شما هر ارزیابی بهش بدید ازش میتونید یه جوابی هوشمندانه بگیرید میلیاردر آمریکایی قبلا پیشنهاداتی برای پایین دادن به جنگ اوکراین داده بود که میتونست بلقوه بخش بزرگی از خاک اوکراین رو به روسیه واگذار کنه این هفته دوباره خواستار آتش بس شد و گفت این جنگ روسیه بیهوده است خیلی بهش پریدن برگشت رو گفت اون سه تیکه که روسیه گرفته رو بگیره دست خودش باشه ولی تمام کنید دیگه هم قول بده اینوری ولی نیاد که گفتن نه ما میخوام اونم بگیریم الان اونو که نتونستن بگیرن داره مناطق دیگه هم از دست میدن کلی هم کشتار انجام شده اینو الاماس گذاشته بود گوه نگاه کنید توی سال 2012 این نقطه های آبی اینا به روسیه رای داده بودن اینا دقت کنید بولو از The پرو راشن پارتی یعنی حزبیه که طرفدار روسیه بوده همونا که به روسیه رای داده بودن الان رفتن جزو روسیه شدن علتش این بود که اینو برگشته بود گفته بود که خیلی بهش پریدن اما میدونید که خود ماسک عامل موثری در نبرد اوکراین علی مهاجمان روسی بوده فناوری استارلینکی که داده به ارتش اوکراین برای مقابله با روسیه کمک زیادی کرده در این حال برخی ماسک رو به خاموش کردن استرالینگ برای اوکراین در مواقع خاص متهم کردن که کاملا دروغه زمانی که اوکراین میخواسته ازش برای حمله استفاده کنه به روسیه میخواستن حمله بکنن به این کریمیا اونجا کریمیا نباید اصلا آنتن بده اینترنت میخواستن پهپادهای اینترنتی بفرستن بره پهپادهای که از اینترنت کنترل میشن که چندین و چند دلیل ماسک ورد که اولاً که این برای استفاده خانگی نه برای استفاده دفاعی هم الاش نداره برای استفاده تهاجمی این کار نباید بشه واسه اینکه اصلا شرکتیم شرکت که نمیتونه به فعالیت نظامی و غیره بحث بعدا گفت اصلا کریمیا جزء روسیه است الان رو نقشه و روسیه تحریمه اصلا من نمیتونم اونجا اینترنت بدم اگر رئیس جمهور آمریکا یا مجلس کنگره تصویب میکرد میگفتم چشم ولی مگه دیوانه است یارو شرکت خودش بیاره درگیر جنگ به این سنگینی بکنه الان ما توجه به جنگ اسرائیل و حماس که در اثر حمله حماس به جنوب اسرائیل و کشتار شهروندان این کشور آغاز شد ماسک میگه ایالات متحده ممکنه توسط اتحاد روسیه چین و ایران به چالش کشیده بشه به گفته وی ما از نظر توان صنعتی برتری چشمگیری نسبت به همه این حریفا نداریم پایه و اساس جنگ قدرت اقتصادی به ویجه بازده صنعتی به این معنی که در مقایسه با طرف مقابل چه تعدادی تانک و اصله و هواپیمای بدون سرنشین میتونید تولید کنید دقت کنید از هر ستا اینا با هم آ یعنی جمهوری اسلامی که داره پهپاد میزنه روسیه هم که داره پهپاد و تانک و زیر و اینا میزنه چین هم که تقریبا هر چیز بگیرید بدید بهش میزنه دیگه منم فردا بهش بدید یه دونه فراد متقی میزنه بهتون تحویل میده اما یه خبر از ایران هم بگیم جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران در مجمع عمومی سازمان ملل درباره نقض گسترده ی حقوق بشر است جمهوری اسلامی هشدار داد نه کسی بخس کرد نه اردوغان وایساد اونجا بگی آقا اینا دارن جنایت میکنن نه یکی بلند شد بگی آقا دهنتو جر میدیم نه یکی بلند شد بگی آقا مرگ بر جمهوری اسلامی و گزارششو داد یه موزم برداشت اونجا خورد و رفت به گفته رحمان حکومت جمهوری اسلامی از انجام تحقیقات شفاف و مستقل جلوگیری کرده و اقدام به افزایش فشار بر فعالان حقوق بشر کرده خبر بسیار بسیار جدیدی ها یعنی جمهوری اسلامی از سال 1979 به این بر همین کار انجام داده هر کم که حالا آمده سازمان ملل شده بعضا بعضشون رو خریدن بعضشون که نخریدن من گفتم هم همه میدونن دیگه یعنی یه چیزی بعضا در گزارش باید باشه که مردم ندونن او همچنین از افزایش ادام ها بازداشت صدور احکام زندان طولانی مدت برای وکلا و فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران ابراز نگرانی کرده به گفته رحمان حکومت فشار بر معترضان به هجاب اجباری افزایش داده شاید بازداشته و صدور احکام طولانی مدت در این رابطه نیز می باشیم گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد برگشتن پلیس امنیت اخلاقی همین گشت ارشاد به خیابونا گزارش شده گفته نگران کننده است همچنین به خبر خبر درباره مرگ مغزی آرمیتا گراوند نازنین هم اشاره کرد و گفته که بر اساس گزارش ها این دختر توسط همین معموران کنترل بر پوشش مورد تعرض قرار گرفته که فکر نمی کنم کسی واقعا اونجا حضور داشته باشه و انقدر در فضای مجازی و فضای رسانه نباشه که این حرف بسش تازگی داشته باشه به واکنش هزار سکوت مطلق بوده یه خبر دیگه هم بگم که این خبرم خبر خوبه تقریبا یکی دو تا از زندانی های سیاسی که با وسیقه اومده بودن بیرون یا اینکه بعدا فعالیت سیاسی کردن دوره تحت تعقیب قرار گرفته بودن مثل آتنا دائمی تونسته از کشور خارج بشه خیلی خوشحالیم امیدواریم که عزیزانی که در داخل کشور هستن جونشون در خطره و به حال شرایط مناسبی ندارن از کشور خارج بشن که بتونن راحتتر و آزادتر حرفشون رو بزنن و به مبارزه سیاسیشون ادامه بدن به شرط اینکه آقا اومدن بیرون خودش بدن اگه باتون تماس گرفتن نرید تو همکاری خونه رو تهدید کردن ماله نگیرید دستتون بکشید و نشید مثل بقیه که این اتفاق براشون افتاده بود اما خیلی ممنونم از اینکه این, این بخش خبری با من دنبال کردید امیدوارم که مفید به فایده بوده باشه براتون اگر که لطف کنید لایک بزنید ممنون میشم اگرم سابسکرایب کنید سپاسگزار میشم در این کانال تمام تلاش همینه اینه موارد و اخباری برای شما بیارم که جای دیگه معمولا پوشش نمیدن ممنون میشم اگه کانال رو به دوستان و آشنایانتون معرفی کنید تا درودی دیگر بدود و خدا نگهدار